بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شاگردای عزیز، خوب هستین؟ انشالله که خوب و خوش و صحتمند باشین. شما خوب هستین؟ تشکر. درس گذشته تان کدام مشکل ندارین؟ کدام درس ما بود؟ کدام حرف بود؟ حرف ف. آفرین. درس 17 ما بود نه؟ دیگه در کندره کلمات کارخانه گیتانه کردن، گفته بودم برای حرف ف هر چهار چهار کلمه نوشته کنه، هر هم حرف نیمه هم حرف پورش. ما فرزانه نشته کردم، نام دخترک مسترد. آفرین. ف مثل فرزانه. کدام ف کار شده؟ ف نیمه. آفرین. در کدام قسمتش آمده؟ در اولش آمده. دیگه بگو. مثل فرید. آفرین. کدام ف آمده؟ ف نیمه. در قسمت اولش آمده. آفرین. خب میایم سر درس امروز ما. درس امروز ما درس 18 ما از درس 18 صفحه 79. حرفی را که میخوایم یادآوری کنیم حرف چی است؟ حرف قاف. حرف قاف. در جدول الفا قاف گفتم میشه، ولی صداش چی است؟ ق. ق. با ما تکرار کنین. ق. از قسمت حلقوم ما میگیم ق. من نوشتم میکنم، خوب نگاه کنن. اشاره نوشتاری دو تا نقطه داره، تقریبا مثل حرف ف نوشتم میشه، ولی فرق ازی چی هست که دو تا نقطه داره. اشاره نوشتاری را دیدین که چراغم نوشته شد قاف نیمه قاف پوره. حالا من اشاره آسمانی میکنم از سمت راست، متوجه دست من باشین. چراغم قاف، قاف نیمه و قاف پوره. حالا برای شما اشاره زمینی را میکنم، خوب متوجه دست من باشین. خب شاگرد عزیز، حالا متوجه دست من باشین که من اشاره زمینی برای شما میکنم. سعی کنین. چراغ هم نشون میکنم، قاف نیمه باز قاف پوره. فهمیدین؟ خب درس امروز ما کدام حرف است؟ حرف قاف. قاف نیمه قاف بوره. قاف همیشه دو شکل، هر دو صداش یک چیز میباشه، فقط فرق شمیه میباشه که قاف نیمه در اول کلمه میاد و قاف بوره در آخر کلمه میاد. حرف قاف در کلمات و جملات برای شما نشان میتونم نوشتم میکنم. ف آ ر او استاد فیس ما میگم درس فیس ف آ ر او ق. دیدین کدام حرف آمد؟ قاف پوره. فاروق. فاروق قاری ق آ ق آ ر ای قاری قرآن قاری قرآن کریم است. فاروق قاری قرآن کریم از در فاروق ما. با هم بگویم چی چی آمده؟ ف آ ر او ق. فاروق در کلمه قاری. ق بگوین با ما. آ ر ای قاری قرآن کریم. ق ر آ ن ک ر ایم قرآن کریم است. نقطه سرخط.
خواست. حالا میایم من براتون کلمات قاف چی میکنم حلقه میکنم تا بشناسین. تا کلمه فاروق قاف در آخرش آمده، تا کلمه قاف پوره است. قاف پوره در کجا آمده؟ در قسمت آخرش آمده. قاف نیمه در کلمه قاری در کجا آمده؟ در اول کلمه. قاف نیمه در قرآن کریم در کجا آمده؟ در اولش آمده. فاروق قاری قرآن کریم از. خب شاگردای عزیز، ما حرف قاف براتون در دو کلمه هجا میکنم. یکی در کلمه قشنگ که قاف ما چی آمده؟ قاف نیمه آمده. و در کلمه تشویق کدام قاف آمده؟ قاف پوره آمده. من کلمه قشنگ براتون هجا میکنم، خوب گوش کنین. قشنگ چند مخشست؟ آفرین. وقتی که صدا کشش میکنیم چه رقم میکنیم؟ قشنگ چند حرف شد؟ شش حرف شد. تکرار کنین ماما. قشنگ چند حرف شد؟ آفرین. اینا ما براتون در جدول نشان دادم. اول بخشش کردم قشنگ، وقتی حرف بندیش کردم قشنگ. میایم سر کلمه بعدی ما، کلمه تشویق. کدام قاف آمده؟ قاف پوره آمده. من اینا وقتی هجا میکنم چند از چند بخش گرفته شده؟ تشویق چند بخش شد؟ آفرین. وقتی صدا کشش میکنم تشویق چند حرف شد؟ شش حرف شد. ما هم تکرار میکنیم تشویق. صدا کشی کنیم تشویق چند حرف شد؟ شش حرف شد. خب شاگرد، درس امروز ما کدام حرف بود؟ حرف قاف بود. دو نوع قاف داشتیم، یکی قاف نیمه و قاف پوره. قاف نیمه ما همیشه در اول کلمه و در وسط کلمه میاد و قاف پوره ما همیشه در آخر کلمه میاد، مثل تشویق. کلمه اول ما مثل حرف اول ما، قاف نیمه مثل قشنگ. براتون هجا کردم. خب شاگردای عزیز، میخوام که با حرف قاف نیمه و قاف پوره چند چند کلمه در کتاب جایتان نوشته کنیم و به همین شکل که من هجا کردم شما هم هجا کنید در جدولات. تشکر از شما، امید که مودم مشکل نداشته باشم.